خب من این داک رو اینجا بریم ابزار ایریز رو با هم تست کنیم. ماجیکال کامند اسپلیت رکتانگولار داک پلنت ایریز رو میزنم. خب نوع داک رو اینجا مشخص میکنم. این بار روی نتورک میذارم، میام پایین اینجا درست اوکی رو میزنم به این شکل. ببینید اومد چیکار کرد؟ ایریز رو انتخاب کردیم، یعنی اومد هرچی فلش توی مسیر بود رو حذف کرد. حالا من چرا نتورک رو انتخاب کردم؟ حالا اگر نتورک انتخاب نمی‌کردیم، اون قسمتی که فقط انتخاب کرده بودیم فلنچش رو برمی‌داشت، نه کل مسیر رو. حالا منظور از نتورک این مسیری که شما دارید، این رو هم حتما دقت داشته باشید. مسیری که داریم، بریم سراغ ابزار بعدی اسپلیت سگمنت. خب اینسرت رو می‌زنیم، این رو من برمی‌دارم. حالا میام میگم داکتی که میخوای برای من برش بزنی اولش رو 500 تا بگیر، یا مثلا یه چیزی مثلا 600 یا آره 600 میذاریم، بعدی رو 2000 بگیر، بعدی رو 2000، بعد بعدی رو 2000، آخری رو بیا اونم 600 بگیر برای ما. خب حالا من میذارم روی گزینه نتورک، میریم داکت بعدی رو انتخاب میکنیم. تیپ داکت همون یکی بود دیگه، اینم اوکیه، مشکل نداره. بریم سراغ انتخابمون. حالا اساین رو بزنم که اضافه بشه. یه موقع اساین رو یادتون نره، فراموش نکنید که بزنید، چون اگه نزنید اینجا اعمال نمیشه ها. اوکی حالا من میام اینجا این داکت رو انتخاب میکنم. حالا این پرتی هایی که اینجا به وجود اومد دلیلش همون بود، حالا ما یه مقدار یکم مقدار رو بیشتر گرفتیم به خاطر اون بود. خب من میام اینجا این داکت رو انتخاب میکنم، این مقداری بودش که اضافه اومد دیگه. من یه لحظه بیام بالا. خب این مقدار چقدر؟ تقریبا 40 سانتی، 39، یک مقدار حالا کم و بیش اینجا داریم. خب این یکی چی؟ این یکی هم تقریبا 60، این یکی 30 سانتی متر، این یکی چنده؟ این یکی هم 60 به این شکل. این اومده تقسیم بندی کرده به این شکل. حالا گفتم شما، من یه دست بیام بالاتر، ببین اینا همه MCA مربوط به همین ماجیکت میشه. حالا این مقادیر هم که همون دو متر میشه دیگه، در واقع دو متر میشه. خب بریم سراغ گزینه بعدی، اسپلیت سگمنت رو بزنم. حالا سلکتد آبجکت رو هم گفتم قبلش میتونید انتخاب. اون دو قسمت آخری که 600 زده بود دلیلش همین بود. این دوتا 600 که آخر زده بود، من دوتا 600 گذاشته بودم، حالا اسان کردم دوتا 600 افتاده بود. یا من کنترل زد رو بزنم برگردم اسپلیت. خب اینجا این رو اشتباه در واقع زده، 600 این رو ما 2000 زدیم. تو دو 600 و من این رو دیلیت کنم، این رو هم دیلیت، این رو هم دیلیت، اساین بزنم. خب یه بار دیگه اینجا مقدار رو میذاریم مثلا 1500. خب من قبلش انتخاب میکنم، میگم داک رو انتخاب کردم. حالا که انتخاب کردم،
میرم از قسمت اسفیلی سگمنت اینجا داکترم رو انتخاب میکنم. ببینید سلیکتد فعاله. حالا من اینجا میام مشخص میکنم 1000 رو مثلا 600 ثابت باشه دیگه، فیکس باشه. اوکی رو میذارم. بینشید. حالا من دنبال گزینه هستم اینجا پیداش نمی کنم. حالا مهم نیست. خب دنبال همون گزینه MC از Just Lens هستم. حالا پیداش نکردم. پیداش کنم بهتون میگم حتما. حالا فعال نشده اینجا. بعد دقیق بوده که حالا فعال نشده. حالا یک مقدار دیگه. شما موقعی که میایید داک رو انتخاب میکنید، یک گزینه MC Adjust اینجا باید داشته باشیم که فعال نیست. میاد این مقدار رو بهتون مثلا 2 متر نشون میده. اینو تعجب نکنید. این مقدار رو 2 متر بهتون نشون میده. بر اساس اون حالا میگه جز 2 متر 2 متر هاست. ولی خودش اندازش 2 متر نیست. حالا بهش Adjust گفته میشه دیگه. خب بریم سراغ پایپ. پایپ رو هم با هم بزنیم و همینطور کاندوید اسپلیت سگمنت رو بزنم. خب قسمت بعدی پایپینگ هست. اینجا همون گزینه رو داریم، insert, leave, raise. تولرانسمون چقدر؟ ببین اینا تکراریه ها. do not split if result shorter than مقدار یا یک مقدار ثابت. اینجا هم میتونید مشخص کنید. حالا من نوالوره رو انتخاب کنم. لوله فولادی جوشی SCH240 اسپیلیت سگمنت. برمیگردم قسمت پایپ. اینجا طول رو میگم برای من 2200 بزنه. اینجا این لوله ماست دیگه. در واقع سلکت آبجکت یا نتورک. نتورک همون توی مسیر میشه دیگه، هر توی مسیر هست. من میگم حالا اون چیزی که سلکت کردیم اینجا میاد برای ما چیکار میکنه. اینجا ببینید اسپلیت میزنه یا همون اتصال سوکت، اینجا رو بهش کوپلینگ گفته میشه. این برای پایپ شد. بریم برای سیمی کابل هم بزنیم. اسپلیت سگمنت رو بزنم من. خب الکتریکال رو انتخاب کنم. اینجا هم میتونید مقدار ثابت بدید، مقدار کمتر از اون اسپلیت نکنه. من نوع سینی کابلی که دارم همین حالت، یه بار انتخاب کنم که اشتباه نشه. خب همین سومیه. خب انتخاب کردیم که سلکتد رو زدیم. اسپلیت سگمنت میام اینجا. همین دیگه without fitting. حالا مشخص میکنم، میگم برای من 500 1500 1500 1500 500. خب این دو تا آخری رو برای من به این شکل میذارم. من یه لحظه این رو اساین کنم. اینجا هم بزنیم 1500، اینجا 500. ببینید مقادیر رو تغییر بدید. حالا لازم نیست همه رو از ابتدا بیاید حذف کنید و بعد تغییر بدید. اگه ممکن دارید کار میکنید میتونید تغییرات رو بدید. 500 خب مقادیر رو به این شکل میتونید تغییر بدید دیگه. روش همینه، چیز خاصی نداره.
کلا بگید 1500، اگر قرار شد این به این شکل باشه دیگه شما لازم نیست از این استفاده کنید. این برای موقعی که طول خطو متغیر باشه. اگر ثابت بود انتخاب کنید قسمت بالا رو، کانستنت مقدار ثابت بدید 1500، اوکی رو بزنید تا براتون اینجا بیاد و اسپیدیت بزنه یا برش بزنه. خب این حالا توضیحات کلی راجع به این ابزار. شد حالا چند مورد تمرین کنید قطعا نتیجه خوبی میخواهید گرفت. خب ادامه بحثمون بمونه برای قسمت بعدی.